مدرسه بود جدید و لحداز با ساختمان فوق‌العاده اون موقع، چون دورورش نساخته بود، ساختمان فوق‌العاده زیبای مستقل در خیابان تخت جمشید که فردوسی بود اسمش، دبستان فردوس، نصفش قسمت پسرها بود نصفش این طرف تو الان هم هست، همونجا میدان کاخ سابقاتونه، همونجاست، اون بزرگی هست. حالا نمیدونم چجوری قسمت کردن الان، اونو نمیدونم، ولی اون ساختمان هنوز موجود اونجا، یعنی در واقع طالقانی خیلی نزدیک دانشگاه. اونجا هم ما کلاس چهارم پنجم دیگه اونجا مستقر شدیم و من دبستانم هم قسمت عمدش تهران، یعنی فقط اون سالهای اول ابتدایی رو در تبریز خوندم که البته لحجه بود در اونجا مسخره میکردن در اون کلاس، نمیدونم کتاب هم یه معلم از من پرسید بس کتاب های تو کو، من گفتم کتاب هم مونده تبریز، همه کلاس خندید لحجه که من گفت کتاب هم مونده تبریزی خودم آمدم. بعد خیلی دوم بودی یا سوم بودی؟ نه سفری در واقع چهارم نصف گذرونده بودم، چهارم ابتدایی. البته خیلی خاطرات خوبی آنجا دارم، چون اونجا مدرسه به اصطلاح پیشتاز حساب میشد، تئاتر میدادن، نمیدونم برنامه های فوق برنامه داشت، ورزش میکردیم. پشت الان نیست دیگه، ولی پشت مدرسه یک محوطه فوق العاده عظیمی بود، این میدانی بود که اصلا و این وقت تا انتهاش دیده نمیشد، اگه میشد اونجا بازی کرد. و من واقعیت چه بگم، نه در دبستان و نه در دبیحت، تا بعدا در دبیرستان فیروزبهرام رفتم که اونم الان هست، و دبیرستان آخرش هم دبیرستان البرز که عکسش هست اونجا با دبیرستان. من نه دانش آموز واقعا در دوره دبستان و دبیرستان، دانش آموز درخشانی نبود، دانش آموز بسیار متوسطی بودم. تنها رشته‌ای که واقعا شاید استثنایی بودم، یعنی تو کلاس جلب نظر میکرد، درس هندسه بود، درس ادبیات و فارسی و تاریخ و نمیدونم جغرافی و زبان و اینا اصلا خوب نبودم، ولی هندسه خوب بود. من همیشه اینو بعدها اینطور تصور کردم که هندسه یونانیه و من یک استعداد به تفکر و روش یونانی از بچگی داشتم، و هندسه در تاریخ فلسفه خیلی مهمتر از اون است که الان مثلا گفته میشه. اقلیدس به اندازه افلاطون اثر گذاشته در تحول فکر. حالا بعد ها خواستید راجع به اینا صحبت کنم. سال آخر رو در پنجم ششم رو در چیز بودم، مدرسه دبیرستان کالج البرز بود که مجتهدی بچه رشدی بود، با من هیچ نسبتی نداشت. اونجا مدیر بود که خیلی هم طرف توجه بود و بیشتر میخواست علوم بخونن. حقیقتش اینه که من خانوادم وادار میکرد که من در رشته های
علمی درس بخونم. و بعد خب اونجا من خیلی بیمیلی از خودم نشون دادم و قبل از اینکه ششم رو بگذرونم، ششم ریاضی رفته بودم بگذرونم، رفتم سوئیس و یعنی اون رفتارم طوری بود که خانواده مجبور شد من بفرسته که اقلا یه جایی برگه بتونم درس بهتری بخونم. و در اونجا زبان یاد گرفتم، البته من زبانم بهتر از بقیه بود ولی اونقدری نبود که بتونم واقعا درس خارجی بخونم. و بالاخره برگشتم دیگه دیپلمی گرفتم و دوباره دیگه رفتم فرانسه. این که عرض کردم اواخر دبیرستان مصادف بود با فعالیت‌های سیاسی فوق‌العاده شدید، یعنی زمان جنگ تموم شده بود و حزب توده فعالیت داشت، احزاب دیگر فعالیت داشتن، هر روز در خیابان ها راهپیمایی بود، هر روز جلوی اصلا اون دبیرستان فیروزبهرام که ما بودیم و بعضی روز اونقدر اونجا راه پیمایی بود که ما نمیتونستیم بیاییم بیرون چون درست همونجا بود. کم کم این شاید هم یه جور عبث بود، حال اولش یه کنجکاوی در من ایجاد شده بود. البته که خیلی کتاب خون بودم اونجا، چه در فیروزبهرام چه در کالج درس ها من نمیخوندم ولی تمام رمان هایی که چاپ میشد میخوندم، نویسندگان رو میشناختم، سامرست ما میخوندم، استوانزوایگ میخوندم، نمیدونم دوستایی داشتیم که دور توری بود، دور هم جمع میشدیم راجع به اینا صحبت میکردیم، هر کس بیشتر خونده بود مثل اینکه احترامش بیشتر بود، درس بی درس. ولی این چیزا خیلی یعنی حاشیه میچربید بر اصل، این یه واقعیتیه و جو تهران و وضع اجتماعی تهران این را ایجاب میکرد. یعنی هر روز خبری بود که اینجور نخواهد موند و ایران عوض خواهد شد، جنبای دیگری پیدا خواهد کرد، این هر روز. در نتیجه من یه جور کنجکاوی پیدا کرد، لفظ فلسفه نظرم را جلب میکرد. اون موقع خیلی جوان بودم، مثلا فرض کن 17 سالم بود 16 سالم بود، فکر کردم تنها راه شناخت درست یه چیزی اینطوری، کتابای فلسفه هم تازه شروع شده بود، اطمان چاپ میشد، همش کسمایی و اینا مقالات فلسفیشون رو چاپ کرده بودن، پولیتسر نمیدونم کمونیست کتابش چاپ شده بود به فارسی که همه میخوندن انتقاد میکردن. من اولین چیزم اون دوره کتاب کرسون رو کاظم عمادی چاپ میکرد که ما میخوندیم، مجله سخن رو چاپ میکردن که میخوندیم، مجله یادگار رو چاپ میکردن که میخوندیم. یکی از اولین چیزهایی که از من چاپ شده یه نامه است که به مجله یادگار فرستادم، هنوز دارم من. یه سوال کردم ازشون ولی یه نامه نه. یک روزنامه هم انگلیسی ها در تهران چاپ میگردن برای مدارس به اسم نون حالا، داستان های اونجا بود، گاهی چیزهای ما براشون میفرستادیم در جلوی مدرسه بفروش بود. من خیلی کنجکاو شدم، بعد پدر مادرم راضی نبودن، پدرم و مادرم میگفتن بعد خودت پشیمون خواهی شد، تو در خانواده بودی که همشون تحصیل کردن، برادرم علوم به اصطلاح شیمی، اون بزرگ شیمی خونده بود که زمین شناسی میخواست بکنه، همشون یه کارهای اینطوری بود. گفتن من خودم هم فکر میکردم گرسنگی خواهم کشید و شاید این همین لجاجت هم اثر میذاشت که من برم دنبال فلسفه. بعد که رفتم اولین درس اون موقع درس بالاخره قبول کردن که من برم، بیشتر خانواده هایی که یه خود متمکن بودن تفاوت نمیکرد، شما
فرانک دلار 7 ریال بود، یعنی اونجوری فشاری به بودجه خانواده وارد نمیشد. میدونید پدرم میگفت مثلا حالا که اینجور سر دوست داره حقوق بخونه، و من دوستام هم همشون حقوق خوندن و عده‌شون معماری خوندن و شاید هم استعداد من به سبب اون هندسه دانی به معماری بیشتر میخورد. حتی گاهی فکر کردم یه معماری بخونم، ولی وقتی که رفتم فرانسه امتحان ورودی نداشت، اونجا نبود که کنکور بده، حالا نمیدونم عوض شده، ولی یک امتحان عمومی اولیه داشت که جنبه رقابتی نداشت، ولی هر کس اونو 4 بار حق امتحان داشت در 2 سال، هر کس اونو قبول نمیشه دیگه برای تا مادام العمر از سوربن رانده میشه. خب من رفتم اون اسمش بود پروپدتیک، یعنی تمهید، کلاس های تمهیدات که تمام رشته ها، همه رشته ها، تاریخ، جغرافی، ادبیات، روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه، هر کس مخواست بره سوربن علوم انسانی اول باید اون مدرک میگرفت. من اونجا تازه متوجه شدم که چقدر بیگودار با آب زدم، یعنی اصلا اون چیزی نیست که به درده بچه ایرانی بخونه. شما حتی برید مثلا هر چی بخونید، هر چی میخوندید از این آسان تر بود، برای اینکه یه برنامه خیلی خاصی بود که فقط میباید آدم فرانسوی باشه که بتونه این اداده این در، یعنی در دبیرستان ها اینا کلاس های فلسفی داشتن، ششم ادبیشون مثلا ششم فلسفی بود، شبیه با ایران بود، و اینا در اونجا در اون ششم ها اصلا بعضی هاشون اصلا به اندازه معلم مطلب آموخته بود. اون وقتی تازه کار مثل من که فرانسهش بسیار هنوز نسبت به اون چیز متداول بسیار ناقص بود، و حالا یک زبان میخواستم، دوم سه تا درس عمده بود، یکیش یه موضوع انشا به شما میدادن یا فلسفی، 3 سال بود، یا فلسفه یا تاریخ ادبیات فرانسه، شما اونجا هر کدومش میخواستید میتونستید بنویسید، ولی ما دیگه فلسفه رو مینوشتیم چون فقط اون بیشتر کار کرده بود. یک چیز بود، یک ترجمه از فرانسه به یه زبان خارجی بود، و یه درس امتحان سوم ترجمه از یک زبان خارجی به زبان فرانسه. و فارسی رو قبول نمیکرد، عربا خیلی راحت زبانشون رو قبول میکردن، کلاس هم براشون گذاشته بودن، چون فرانسه در شمال افریقا نفوذ داشت، مدرسه داشت، مستقیما از اونجا شاگردا میمدن، بعد همه رو قبول میکردن به جز فارسی. من چند دفعه رفتم خودم به سفارت ایران، سفارت ایران گفت ما درخواست میکنیم، نامه مینویسیم، بعدم گفتن جواب دادن که ما با قراردادمون با شما چیز نیست، پنجم ششم با همه، اونطوری نیست که برنامه رو تغییر بدیم، تا اونجاست قرارداد ما، بعدن اینجا. خب من واقعا مشکل، یعنی تازه فهمیدم که چه اشتباهی کردم، یعنی دیگه اصلا فکر نمی کردم ممکن باشه که از این محله که خارج بشه. حتی فکر کردم بعد از یه سال دوستان رفته بودن در یه مدرسه معماری می خوندم، خب یه سال دو سال من از اون عقب می مونم، ولی میرم اگه بتونم میرم اونجا معماری می خوندم. حالا دقت بفرمایید، بار سوم با اینا قبول شد، یعنی اول خرداد امتحان دادم، ندادم ببخشید، سال اول شهریور امتحان دادم،
قبول نشدم. سال دوم خرداد امتحان دادم قبول نشدم، شهریور امتحان دادم قبول شدم. سوم و بار در دو سال البته. اون هم هیچ نمیخوام اینجا توهمی باشه، درست حداقل را آورده بودم که این قبول، یعنی یه خورده این بر جدیه، یه دفعه معلم مثلا گفت این چیه، تمام میشد. شاید برای من بهتر میشد دیگه، از خلاص میشدم از دست فلسفه. ولی همین قبولی یه خورده هم خوب آدم اینجور موقع خرافی میشه. گفتم شاید یه حسابی در این عالم هست که میخوان من بخونم اینو، یعنی میدونم حتما راه من همینه، چون اگر قبول نمیشدم تمام میشد دیگه. ولی هیچی دیگه، ولی بعدش دیگه خیلی راه افتاده بودم. و اونطور که البته اینم بهتون بگم، هیچ وقت تا آخر قابل مقایسه با دانشجویان واقعی فرانسه نبودم، هیچ وقت. یعنی اونا بدترینشون باز نسبت به من بهترین. ولی بعدن که دکترام اینم گرفتم، چند دفعه رفتم پاریس مستم آزاد تو اون کلاس ها نشستم، سن من بالا بود، معلم ها اجازه دادم مثلا یه صحبتی بگم به فرانسه یه چیزی، خیلی مورد تشویق قرار گرفتم. ولی دیگه کار از کار، اینجا استاد بودم، اونجا در کلاس مثلا میرفتم میشستم، معلم اجازه میخواستم احسان نظر میکردم، میداد اجازه و همه تعجب میکردن این کیه دیگه اومده اینجا. این هم هست، تشویقم شدم. یکی دو بار رساله هایی بود، ایرانی ها میگذارندن، از سوربن دعوت شدم رفتم اونجا، جوری بودم، فرانسی صحبت کردم، خیلی دیگه این چیزا هم دیدم. یعنی البته اینم بهتون بگم، تنها ایرانی هستم که در تمام این مدت تاریخ سوربن این امتحان پروپدوتیک رو دادم، چون بقیه ایرانی ها که اومده بودن اونجا یا بعدن اومدن در ایران دو سال دانشگاه رفته بودن، اون معادل میگرفتن، یکی بزن لیسانس داشت میمد دیگه دکتری میگرفت. من از بسم الله شروع، یعنی دیپلم که مدرک تحصیلی متوسط در گرفتم دست خالی اونجا. مثلا کار درستی نبودین، همین خیلی سختی دیدم. حالا زندگی من خواهم گفت که خیلی سختی، چون فرانسه آب لوله کشی بود ولی شفاش نبود. شما زمستون سرد، من یه خونه خانم یه اتاق بر من کرایه داده بود که اجازه نمیداد من برم روشیری دستروم بشه. باید، میگم این اصلا کسی باور نمیکنه، باید در یک تشتی میرفتم از آشپزخونه آب سرد پر میکردم، میرفتم رومیز با یک چیز پارچی میرفتم دستروم بشه، تمام اون دادت من عکسم هست، ریش دارم، نمیریشم نمیتونستم بدارم، اون دوره دارم. همه داشتن ها، جوان ها همه شد، برای اینکه همون مثلا نبود، همون نبود، شما نمید، خیلی سخت. همون در هفته سه روز باز میشه، 20 دقیقه بیشتر نمیتونی بری اونجا، دوشه 20 دقیقه حق دار. وقتی که میگفتم من دو برابر میدم، میخوام دو تا 20 دقیقه بمونم، یارو اون موقع همه چپ بودم، بچه برجوها اونجا اومده میخواد دو دفعه همون بگیره. خب غلط میکنه، جدی میگم، یعنی جدی نمیذاشت بودم با صابون بیا برو گم شد، همینطوری. این خیلی سخت بود، خیلی سای سخت. یادم شب میخواستم کتاب بخونم، رمان بخونم، تا اینجا لحاف میکشیدم روم، چراغم پشت سرم البته روشن، دستم یخ میزد که بیارم بیرون کتاب صفحه شدن. اینا بود، یعنی بخاری نبود، تازه الان هست
اون موقع تازه جنگ تموم شده بود، تازه جیره‌بندی ها تموم شده بود، اون حالت گرسنگی سختی ها که دیده بودن در رفتار مردم منعکس بود. درست وسط قرن بیستم، درست اون وسط، اون وقت بعد هم حالا راجع به روش کار شدم. روش اون دوره ورودی تمهیدات اینه که هیچ برنامه نیست. شما خوندید استعداد تونه بخواییم بفهم. حالا معلم میمد میرفتید کلاس اسپینوزا، فلسفه اسپینوزا. معلم میمد، معلم جوون خیلی سرحال و اینا، اسپینوزا شناس، احتمالا یهودی هم بود، من یه یهودی ها اسپینوزا هستم، شناس هست. خیلی فیلسوف بزرگی بود، اینه بگم. میمد و خیلی شاداب و اینا کراوات، میگفت که من پارسال فصل چهارم کتاب اخلاق اسپینوزا را اینجا تدریس کرد، امسال خستم نمیخوام، میخوام فصل پنجم میشه تدریس کرد. خب ما ها که آزر رسیدیم، نه مقدمه رو خوندیم، نه فصل اول خوندیم، نه فصل دوم خوندیم، نه فصل سوم خوندیم، حالا فصل پنجم یه لطفی داره، خودم خوشم میاد همینطوری. خب حالا بیچاره اصلا هیچی من نمیفهمم، جدی بهتون میگم، ولی خب بچه ها کلن تفکر اسپینوزا رو خونده بودن. اون وقت کتاب اسپینوزا به لاتینی اصلش، ترجمه فرانسه‌اش هم میگفت این ترجمه بده، شما باید اون لاتینی رو بخونید، به میل خودتون خیلی نخون. اینجوری به این برنامه. بعد مثلا میرفتید سر کلاس چیز، مثلا میگفت افلاطون میخواد بگه. خب کلاس هم سر اول افلاطون، افلاطون من میدونید اون قسمت تیماوس میخوام بگم، اصلا اونجا خیلی خیلی خوندن. اصلا تیماوس فکر افلاطونی نیست، یه چیزیست راجع به طبیعیات نوشته افلاطون. مبتدی هیچی از اون سردن نمیاره. الان بله، الان من هم تیماوس رو میخونم، میدونید، ولی اون موقع اصلا هیچی. یه همچه، حالا گوش بدید، حالا شما چون تخصصی نمیتونید کار کنید، من 10 تا 15 تا کتاب مینویسم، فیلسوف باید کتاب شناس باشه. این کتاب ها رو حالا باید بشناسید شما، برید تو کتاب خونه تا 10 شب باز، برید تورق کنید، برید ببینید، مطالعه کنید. حالا این کتاب مینویش اسمشو، اسم نویسنده، اسم چی، اسم مسئله، ورز کنید مقاره در سنت افلاطون، بعد شهر میداد فلان تاریخ چاپ شده، فلان چیز شده، 200 صفحه اولش خب بد نیست برای شما، و اون بقیه شده رود درازی، همینطوری هم داری بیست خوب ببینیم اینا. حالا گوش بدید، اگه این 20 داره مینوش، خب میگه من توصیه میکنم اینا رو تبرک کنم، اصلا نخوندیدم، نخوند اینا، هیچ کدوم امتحان نیست، همینه، اصلا برنامه امتحانی وجود نداره. خب من چیزی قبول و ردش شیم به شما یه موضوعی میدم، استعدادت نشون بده، با این چیزا که خوندی نوشته است، مثل که بگیم مثل که امتحان یه جور انشاست، انشای فلسفه. نفهمید یعنی چی؟ یعنی به شما میگه مثلا، حالا خوب دقت کنید، فلان کس آزادی انسان رو به این به یک صورت خاص قبول داره که انسان مختار به یک صورت. حالا نشر شما این همه کتاب گفتیم بخونید، از تو اینا رو الان به ذهنتون بیارید، اینو برای ما تحلیل کن. یه کلاسی هم بود که مثلا میگفت که این انشا که می‌نویسید اول یه مقدمه می‌نویسید، این مقدمه رو فقط در سوال جواب نیست، اول بگید سوال چی، بعد قسمت اول اون افرادی که در جهت مثبت راجع به اون صحبت کردن،
افکار اونا رو تحلیل کنید، قسمت دوم اونا که نفی کردن، قسمت دوم قسمت سوم هم نتیجه گیری بکنید. لازم هم نیست که حتما یه نظری رو بپذیرید. اصلا نمره به افکار شما داده نمیشه، نمره به نحوه اجرای این فرایند داده. سلام اینطور شما خدای من چیکار کنم؟ یعنی اصلا امتحان استعداده. من به شما میگم میگه شرفتان مهم چیکار کنم؟ برای من یک خارج به خودش برای خودشون خوبه، ولی برای یه نفر اصلا جنونه. چون اصلا بیگدار باب زدن یعنی چی؟ ما نمیتونه. وقت در ایران وقتی من برگشتم سال اول عمومی که همه منتدر میگردیم، معلم ها اگه شاگرد درس حفظ نبود ردش میکرد. اصلا اونجا نمیتونی حفظ کنی، چون چیزی از سن میخواد. اون چیزی میخواد که تو از این مجموعه در میادی. لازم هم نیست با معلمت موافق باشی، لازم هم نیست کمونیست یا فاشیست یا نمیدونم لیبرال باشی، فقط خوب تحلیل کن، خوب فکر کن. و یه چیزی که من میخوام اتوان اینا گفته بشه آقای انوار، حالا اون جلسه رو، جلسه 4 ساعت طول بکش امتحان، 4 ساعت درست 4 ساعت. اجازه داری بیسکویت بخور، اجازه داری قهوه ببری بخوری تو فلاسک، اجازه داره نون پنیر بخوری، اجازه داره چایی ببری بخوری. زمان من اجازه داشتی که با یک از اون چیزها مراقبین بیری قسمت یه تالاری که اون پلو هست یه سیگار بکشی. حتی این اجازه سر جلسه نمیدن چون کتابخونه هست نمیخوان، ولی دانشجو میخواد سیگار بکشی بره اون اتاق در حضور شخصی که کتاب نگاه نمیده بکشه. خب بعد برگرده بگم میشینه سرجش. حالا چیزی که من میخوام بگم، اولا شما صورت این دخترها و پسرها رو نگاه کن. حالا من که ایرانی بودم نگاه میکردم یه دختر اینجا جزه یه پسر اینجا با خدا ها. اینو اصلا من در ایران نمیدم به کی بگم اینا، مثل این که تو این دنیا نبود. چشمشون دیگه اینجا رو نمید، در یه حالت بهت زده و مثل که با خودش داره فکر میکنه، داره تمرین میکنه. میدونی فوق‌العاده هست اینا. یعنی این 4 ساعت امتحان نمیداد، خودش امتحان. یه جوری هم قلم رو به دست گرفته بود دختره که مثل که تکلیف و به اصطلاح آینده فرانسه الان دست اینه. یعنی اینه اینجوری من دیگه اینه میگم، اینجوری میگم فوق‌العاده هست برای خودشون، برای ما. البته نتیجه شون که ببینه چطوری شده، هر کدومشو یه حرفی میزن، ولی اینا رو من باید بگم اصلا فوق‌العاده. حالا من که برگشتم ایران تدریس کردم، من 50 سال فلسفه تدریس کردم، بودم 4 ساعت که اینا نمیتونم بگم، ولی خب 2 ساعت و نیم امتحان طول میکشه. شما آزادید اگر گرسنه باشید بیسکویت بخورید، اگر چیز باشید اینطور این رو خواستم، ولی به جای 4 ساعت. حالا موضوعم اینه بیشتر خودتون فکر کنید، میخوام واقعا خودتون امتحان کنید. اصلا من میخوام شما رو بهتر بشناسم، شما منو بهتر بشناسید، یه دوستی برقرار بشه. حالا که داد سوالات دادم یه رو به بعد یه دختر برقش نویست آورد داد به من، یه نیم ساعت بعد یه دو یه پسره یه چیزی نویست کنش رو میست. اصلا من دیدم سر 20 دقیقه دالا هیچ کدوم حوصله نداشتن که خودشون امتحان. حالا یک چند نفرم چون سالهای بعدم من این کارا رو میکردم بهشون میگفتم
گفتم اون فرانسه اینجا بود، اینجا اینجا رستید، خیلی خوشحال نباشید، این علامت بدی. سالهای بعد که من شناخته بودن برای این که من اذیت کنن، در شریف چند تا کلاس هم شریف داشتم، از دریه اونجا هم بالاخره اومدم پژوهش کنم، نمی نوشتم ولی نمی رفتم. خب شما وقت میخواد وقتم بدید، من وقت بهشون میگفتم اگر وقت اضافی داشتید من میشینم شما بنویسید. خب بشینید، ما میخواییم بنویسید. دروغ میخواستن من اذیت کنم.